رساله پولس رسول به افسوسیان افسوسیان فصل اول از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است به ایمانداران مقدس در شهر افسوس که در مسیح عیسی وفادار هستند از طرف خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی به شما باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم زیرا او ما را در مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است و ما را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی‌عیب باشیم به سبب محبت خود و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم تا خدا را برای فیض پرشکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است سپاس گوییم در مسیح و به وسیله خون او ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر بی حد و اندازه است فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است خدا آنچه را که منظور نظرش بود به جای آورد و نقشه نهان خود را که قبلا در شخص مسیح معین شده بود با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است که در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات یعنی همه چیزهایی که در آسمان و زمین هستند تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند خدایی که همه چیز را مطابق اراده و نقشه خود انجام می دهد ما را انتخاب کرد تا از او بشویم زیرا ما را از ازل مطابق اراده خیش برگزیده بود پس ما که اولین کسانی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم باید بزرگی خدا را ستایش کنیم شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل می بخشد پس جلال و شکوه خدا را ستایش کنیم به این سبب اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همه ایمانداران با خبر شدم از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما خلاص نمی شوم و شما را در دعاهایم به یاد می آورم من دعا می کنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید آن پدر پرجلال روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را با آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و بزرگی بی اندازه قدرت او را که در ما ایمانداران در کار است بفهمید این همان قدرت بزرگی است که خدا به کار برد وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود در جاهای آسمانی قرار داد و او را ما فوق هر سلطنت و اقتدار و قدرت و پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در عین حال
تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد.